دکتر فرشید باقریان عزیز از کارشناسان مسائل بین المللی. سلام بر شما. سلام خدمت شما جناب تاجدی و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم. ممنونم آقای دکتر. چرا ورود ترامپ مصادف با یک شوک اقتصادی در جهان هست؟ ببینید این شوک ساختگیه، یعنی که شما در واقع همه چیز رو منوط میکنید به دستان یک رئیس جمهوری که این اخلاق و این نظام کرداری و رفتاری داره و با حضور ایشون میتونه خیلی چیزا در دنیا تغییر کنه. خب ولی در نبود ایشون هم خیلی تغییرات در دنیا اتفاق افتاد. جنگ غزه اتفاق افتاد، جنگ اوکراین اتفاق افتاد. یعنی که آقای ترامپ تصرفی نداره که بتونه جلوی وقایع جهانی رو که در واقع گلوبالیستا به دنبال انجامش هستن بگیره. دیروز ما در جهان شاهد برخورد یا نبرد بزرگ قولهای الکترونیک، یعنی انفورماتیک جهان بودیم. دیدی که دنیا در واقع به نوعی مختل شده چیز از دنیا. آقای ترامپ در واقع اینو به عنوان یک کمپین یا کارزار تبلیغاتیش به عنوان یک شو استفاده میکنه. و این شو آقای ترامپ دوام داره، ولی من بعید میدونم که آقای ترامپ اختیاراتی داشته باشه که بتونه مسائلی رو که اینجا عنوان میکنه در خارج از امریکا عرض کنه. یعنی در داخل امریکا هم به سادگی نمیتونه. یعنی یک توهم جهانی است به نظر شما؟ ببینید آنتوان چوخوف یک تعبیر جالبی داره، میگه اگر یک تفنگی بر اون دیوار هست، اون تفنگ باید شلیک بشه و اگر قرار شلیک بشه تفنگ رو از دیوار برداریم. این که ما فکر کنیم که با آمدن آقای ترامپ قرار اتفاقاتی در دنیا بیفته نیست. اتفاقاتی قرار به هست بیفته و اشخاصی باید زیر این اتفاقات رو امضا کنن، یکی از اونها آقای ترامپه. خب. به این معنی نیست که آقای ترامپ خودش علل موجودی اتفاقات باشه، ابدا همچین نیست. پس چرا چینی ها مثلا هراس دارن که بیا تعرفه ها رو ببره بالا و احتمالا نیات قبلیش، دوستیش قبلیش با پوتین پایان جنگ رو رقم بزنه؟ این خیلی نکته جالبی رو گفتی. خاطرتون باشه آقای ترامپ وقتی که در واقع اولین دوره که در واقع رئیس جمهور شد میگفتش که من به دنبال ساخت دیوار مرزی روی مکزیک هستم. درست شد و این دیوار به واسطه دموکرات‌ها متوقف شد و در پایان دوره آقای بایدن شاهد هستیم که دیوار از جانب دموکرات‌ها داره تعمیر میشه. یعنی دموکرات‌هایی که مخالف بودن و اینو در کمپین تبلیغاتیشون استفاده میکردن الان خودشون دارن این کار انجام میدن. این ضرورت در واقع اقدامات امریکاست. این چینی ها میدونن که در حال حاضر داره یک ریسشن اقتصادی شدن، یعنی چینی ها به واسطه کسانی که املاک بزرگ دارن، مستغلات بزرگ دارن، دچار یک در واقع بحران بزرگ شدن و چینی ها رشد اقتصادی متوقف شده. امریکا داره اینو فرصت میبینه این مسئله رو. به همین دلیل دارایی امریکا که در چین است، اگر همین اتفاق برای دارایی های چین در امریکا هم بیفته که امریکا بزرگترین بدهکار دولتی جهان هست، ممکنه برای دارایی چین خطری وجود بیاد. چینی‌ها خطر رو از جانب آقای ترامپ نمی‌بینن، خطر از جانب خود اقتصاد آمریکا می‌بینن. پس نتیجه این که تصمیم گیرندگان اصلی نه ترامپ نه بایدن و نه هر کسی دیگری، اسرار پشت پرده است. من اثبات این یک مقداری سخته، یعنی در برنامه شما سخته، ممکنه برنامه‌ای باشه که 7 8 ساعته که من زمان بدید شاید بتونم بخشو اثبات کنم. اصلا دعوای گلوبالیستا، دعوایی که در جهان هست، از جنگ غزه بگیرید تا جنگ اوکراین، همه بر سر دعوای بزرگان، یعنی کارتل ها و قول های بزرگ جهان هستن. شما نگاه کنید در حال حاضر اتفاقاتی که در انگلستان داره میفته از تحولات امریکا دور نیست، به این دلیل که بعضی از افرادی که پشت پرده در انگلستان هستن الان در حمایت آقای ترامپ اومدن، از انگلستان به امریکا حمایت ترامپ کردن، در صورتی که امریکا سالهای سال تلاش کرد که خودشو از انگلستان مستقل کنه. به همین دلیل دعوا بین سیتی آف لندن و وال استریت، آقای ترامپ قدرتی نداره که بتونه. گلوبالیستا کیا هستن؟ خیلی کوتاه یه مثال ساده براتون میزنم. حتی خاطرتون باشه آقای ترامپ چند وقت پیش جمله ای رو گفت، ما به دنبال حمایت از اسرائیل دیگه نیستیم و در خاورمیانه سیاستمون تغییر خواهیم داد. خاطرتون هست دیگه؟ بله بله دقیقاً. و همه تعجب کردن، ولی آقای ترامپ برگشت. چرا؟ اگر برنگشته بود محاکم آقای ترامپ ادامه پیدا میکرد. یعنی گلوبالیست ها کسانی هستن که نفوذ بر روی محاکم و دادگاه فدرال امکان دارن و به واسطه برگشت آقای ترامپ، یعنی جدایی از خاندان روچیز و نزدیکی به خاندان دوپان، کاری کردن که تمام محاکم در واقع پرونده بسته بشه، مختوم اعلام بشه. این قدرت گلوبالیست در امریکاست. میتونیم بگیم که قدرت نفتخارها، میلیتاریست ها، تکنوکرات ها و انتلیکچوال ها هستن دیگه. بله همه اینا در داخل. ببینید سه کورپوریت، ما سه الیت داریم در امریکا. در یکی از برنامه‌تون عرض کردم سه الیت داریم، الیتی در امریکا از کورپوریشن، وال استریت و پنتاگون، یعنی کپیتال هیل، وال استریت و پنتاگون صورت بگیره. آقای ترامپ هیچ قدرتی در مقابل استیادگی در ما، نه تنها آقای ترامپ، هیچ کدوم از این نامزدها قدرت استیادگی ندارن. شما نگاه کنید دموکرات ها، خانم کامل هریس که به عنوان معاون هست شندی تباره و آقای ترامپ هم مجبور میشه آقای ونس انتخاب بکنه که خانم شندی تباره. درسته. این نشون میده که سیاست امریکا مبتنی بر گسترش روابط با هند برای مقابله با چین. نمیتونن از این مسئله فرار کنن. خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم شما رو به خدای بزرگ. برقرار باشید.